گاهی اوقات ما با افرادی رفت آمد میکنیم که به واسطه اینکه خودشون حال روزشون خوب نیست یا دیدشون به زندگی گاهی اوقات خیلی مثبت نیست، ما رو ناامید میکنن، ما رو سرگردون میکنن، پند و اندرس هایی میدن که به کار ما نمیخوره. من این رو از بسیار افراد میشنوم که همیشه میگن او همه میگن اینجوری، همه میگن اونجوری. و خب صحبتی که من میکنم اینه که ما چرا باید به حرف همه اینقدر گوش بکنیم؟ چجوریه که ما به خودمون اطمینان نداریم و باورمون نمیشه که اون چی که فکر میکنیم میتونه درست باشه؟ و از افرادی که در اون کار تخصص دارن نظریه بگیریم. این رفت آمده با افرادی که به هر حال اینجوری هستن، اگر در خانوادهمون هستن، گاهی اوقات مسائلی به وجود میاره و گاهی اوقات پند و اندرس ها قیمت بالایی داره و رفتن به طرف راهکارهایی که دیگران میدن گاهی اوقات ما رو بسیار به بیراه میبره. فقط میخوام جلب توجه بکنم اینکه نگاه کنید ببینید چی بهتون میگن، آیا اون حرفی که میشنوید مساوی یا در تداوم اون احساسیست که دارین برای اون کاری که میخواین انجام بدین، یا اینکه شما رو به تضاد میندازه، شما رو به شک و تردید میذاره و به حس خوب بهتون نمیده. گاهی اوقات خوبه که نگاه بکنیم که افراد بتونن به ما فیدبک بدن. فیدبک همیشه نمیخواد که مثبت باشه یا اینکه به نفع ما باشه یا بهترین باشه. نگاه بکنیم ببینیم پند و اندرزی که شنیدیم چگونه ما ازش میتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و چیکار بکنیم که اون افراد خیلی زیاد نتونن روی مغز ما، حال احوال ما، نظریات ما، زندگی ما تأثیر بذارن. چون گاهی اوقات شک و تردید و استراب ایجاد میکنن این افراد وقتی که خودشون در اون حال هستن. و اینو یادمون باشه، ما اون چیزی رو که نداریم خودمون، اون حالی رو که خودمون نداریم نمیتونیم به دیگران بدیم. اگر سعی میکنیم که حال خوب به دیگران بدیم و خودمون در اونجا نیستیم، به هر حال اینها مسائلی است. تشریف بیارین به وبینارهایی که داریم در دسترس و انجام خواهیم داد و میبینیمتون در جلسات فردی یا گروهی.